مسیر زندگی همیشه هموار نیست. ما در ناهمواری ها در کنار شما خواهیم بود. تخصص ما دفاع از حقوق شماست. با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، عسل زری مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا هستیم. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC و همچنین با سلام خدمت خانواده محترم شهدای انقلاب ایران و ملت ایران که با حضورشون در صحنه دارن صحنه سازی میکنن و سرنوشت ملت رو دارن تعیین میکنن. با امید پیروزی مردم ایران. بله، به امید آزادی و آبادی و سربلندی ایران. و الان 4 ماه هم تموم شد، وارد 5 ماه شدیم. بله، بیش از 120 روزه که ملت قهرمان ایران واقعا حماسه عظیمی رو فراهم کردن و در دنیا ثابت کردن که ملت ایران و خانوم های ایرانی و زن ایرانی نشون داد که قهرمان واقعی چیه و حضورشون در صحنه باعث شد که تمام ماها در خارج از کشور متحد بشیم و صدای اونها باشیم و ازشون دفاع بکنیم. جالب اینجاست که آقای دکتر، زنان ایران به صورت این اولین نهضت جهانی جنبش قیام جهانی است که رهبرانشون زن بودن، با زن شروع شده در دنیا و همه زنان جهان احترام میذارن به خانم‌های ایرانی و جایزه هم بردن که مال فوق‌العاده است. یعنی من اینطور بگم که در همچون که شما فرمودین، در نهضت‌های 100 ساله اخیر که نگاه کنیم، از فرانسه نگاه کنیم یا به انقلاب‌های دیگه نگاه کنیم، این انقلابی که در ایران داره میشه فوق‌العاده است و خارق‌العاده است و نوع دوم نداره. برای خودش ویژگی‌هایی داره که تمام دنیا رو به حیرت واداشته. اولیش حضور خانوم های ایرانی هستن که با غیرت، شهامت دارن این انقلاب رو به پیش میبرن و در کنارشون هم مرد ها هستن که به پشتیبانی خانوم ها بلند شدن و ما در طول تاریخ نداشتیم که مرد ها بلند شدن از خانوم ها در انقلاب دفاع کنن و جان بدن. یعنی من در مطالعاتی که داشتم به این صورت ندیدم. ممکنه که در انقلاب ها برای هم قطارانشون، رفقاشون جان بدن و ولی کسی برای زن نمی کرده. اینجا مردها واستن برای مادرشون، برای همسرشون، برای خواهرشون، برای دخترانشون، برای نوه‌هاشون. یعنی اصلا فوق‌العاده است، خارق‌العاده است و این بی‌نظیر در طول تاریخ. و همچنین که در بین گروه هایی که دارن ائتلاف میکنن، ما نقش زنها رو میبینیم به عنوان رهبر، چه در اروپا داریم از این عزیزان به عنوان رهبر اومدن جلو و رهبریت رو در اروپا به عهده گرفتن و هم در امریکا داریم و این نشون میده که این انقلاب فوق‌العاده است. یعنی ما الان در قسمتی که رهبران ما دارن ائتلاف میکنن به عنوان نماینده های ملت ایران، در این گروه خانم ها نقش بسیار خوبی رو بازی کردن و دارن اون نقشی رو که سالها ازشون سعی شده بود بگیرن و حقشون رو ضایع کنن رو به دست آوردن و با به دست آوردنشون نشون دادن که حضورشون مطرحه، حضورشون لازمه، حضورشون ضروریه، حضورشون حیاتیه و میبایستی باشن و مردها به وجود اینها افتخار میکنن. من به عنوان یک عضو خانواده ایرانی در این جهان هستی واقعا به حضور این خانوم ها افتخار میکنم، به رهبریتشون که گرفتن افتخار میکنم و امیدوارم که این انقلاب هرچی زودتر به ثمره برسه و ملت ایران شر این آخونده راحت بشن. بله، این برابری که ملت ایران حس میکنه، مخصوصا مردم متوجه شدن که چه ظلم و ستم هایی در حق زنا شده و به همین خاطر اومدن دوش به دوش دیگه. همه اون تعصبات و خرافات قرن ها پیش رو کنار گذاشتن، قرن های گذشته رو کنار گذاشتن و با یک همبستگی و همین در این همبستگی گفتین، میگن ائتلاف مال گروه های حزبی و به اصطلاح گروه های سیاسیه، ولی کسانی که به طور جداگانه اندیویجولی
انفرادی دارن مشارکت میکنن، این همبستگی بیشترش خانوما هستن و آقایون هم هستن، ولی بیشترش خانوما هستن. حتی در دانشگاه هامون دانشجوهای دختر بیشتر از دانشجوهای پسره. خب این نشون میده که زنان میل اون میل سرکوفته‌ای که داشتن الان دیگه رها شدن و اومدن میل به پیشرفت دارن و میخوان برابر بشن با چیز و یک دنیای یک ایران بسیار زیبا و آزادی رو من پیش بینی میکنم. حتما همینم هست. ببینید من فقط یه چیز اول عرض کردم، اون این انقلاب ایران برای خودش فوق العاده است و یونیکه، یعنی به این معنی که ما نمیتونیم با تعریفایی که در دنیای حقوق و سیاست امروز جاری است در کشورها بخوایم تعریف بکنیم، مثلا بگیم ائتلاف. برای خودشون احزاب و حکومت‌ها در اروپا، در انگلستان، در آمریکا و در کانادا ائتلاف که معنای خاصی داره. چون انقلاب ایران برای خودش یک ویژگی خاصی داره، من فکر نمی‌کنم کلمه ائتلافی که بنده عرض کردم به اون معنایی باشه که مثلا ما در احزاب انگلستان یا احزاب کانادایی می‌بینیم، بلکه این ائتلاف یه ائتلاف خاص خودشه، تعریف خاص خودشو داره، همچون که ویژگی‌های خاص این انقلاب داره. اگه بنده عرض کردم ائتلاف رهبرا، به این معنا بود که برسات ما یک سری رو نبومونه که اینا رو رهبر قرار دیم، بمونه کسایی که شناخته شدن، دردشون درد مردمه و از زمانشون، از اموالشون، حتی از جانشون گذاشتن و الان جونشون در خطر، اینا اومدن دارن کمک میکنن که این انقلاب یک رهبریت خاص بگیره که و بتونه با این رهبریت بتونه برسونه به اون مرحله که باید برسونه. بله. و ما چون از مرحله جنبش وارد مرحله نهضت و انقلاب شدیم، به تبع در مرحله انقلاب، چون وقتی که ما افراد وارد خیزش میشن، خیزش یک اعتراضه، ولی وقتی که ما از خیزش گذشتیم وارد نهضت و به جنبش رسیدیمش و رسوندش به نهضت و یک انقلاب، در این مقطع نیاز به رهبری و هماهنگی لازم هست که اهداف انقلاب مشخصه، که اهداف انقلاب یکیش از خیزشی میاد که باید خوندا برن، باید از صحنه خارج شن، باید حکومت جمهوری اسلامی به زباله‌دانه تاریخ بره، ولی در کنارش اهداف مختلفی بیاد که آماده بکنه برای اینکه جامعه برگرده به یک حالت نرمال، نماینده‌های واقعی مردم انتخاب بشن با رأی مردم، حکومت مردمی درست بشه، قانون اصلی درست بشه. و خب یک سری اهداف و آرمان‌های خاصی رو باید در نظر گرفت که این لازمش اینه که رهبریت در بالا باشه و این رهبری هم شورای رهبری باشه که بتونن عقاید و افکارشون رو با هم هماهنگ بکنن، تصمیمات مختصی بگیرن که به نفع ملت باشه، حالا یه بخشش در داخل کشوره، یه بخشش خارج کشوره. فقط من عرض کردم که این یک انقلابیه که فوق‌العاده است و با سرعت خیلی زیادی داره جلو میره. بله. و داره دشمن رو در هم میپیچه و اگه دشمن همونطور که خواننده عزیزمون آقای توماچ فرمودن، اگر نگرده دنبال سوراخ موش دیگه گیرش نمیاد، بهتره بگرده دنبال سوراخ موش، چون این انقلاب میدردش. آقای توماچ صالحی شعرش خیلی زیادنگه و پند خیلی زیادی به مسئولین داد، ولی گوش نکردن و متاسفانه باز هم گوش نخواهند کرد و به جایی که درن و جان سالمشون ببرن. یکی از قهرمانان ملی ماست و مسلمه که ایشون یک چهره سیاسی انقلابیه و نقش بسیار زیادی در این انقلاب داشته و ملت ایران به پاش خیلی مدیونه. در تایید حرف شما دکتر گفتین که ائتلاف، من فکر کنم ائتلاف کاملا کلمه درستی برای اینکه در ترمهای سیاسی اینو میگن، ولی در افکار عمومی ائتلاف یعنی همبستگی، کنار گذاشتن اختلافات و با هم بودن در راستای یک هدف مشخص. دقیقاً. قبلا الان مردم همه با همدیگه هر نوع اختلافی که دارن، این در حقیقت ائتلاف انفرادیه، ائتلاف حزبی نیست، ائتلاف انفرادیه. ائتلاف به معنی با همدیگه کنار میان. یک گروهی باید تشکیل شه. اختلافاتشو میذارن کنار با همدیگه به خاطر یک هدف مشترک میجن. نیروهاشون رو یکی کنن، اهدافشون یکی. ما اینو در انقلاب‌های مختلف در اروپا داشتیم که احزاب کمونیستی به کنار رفتن در کشورهای مختلف، همشون با یک خیزش شروع شده، بعد تبدیل شده خیزش به یک جنبش و نهضت که از اونجا به انقلاب و اینجام
تو این 3-4 تا مرحله که عرض کردم میتونه بشه، ولی خب زمان زیادی میبره. به هر صورت انقلاب پیروز خواهد شد و خون شهدا به هدر نخواهد رفت و ایشالله که هر چه زودتر مردم طعم شیرین پیروزی رو خواهند بچشن و ایشالله با دادن شیرینی پیروزی رو هر چه زودتر داشته باشیم. به امید خدا، به امید خدا. من یه توضیح به هموطنان گرامی بودم بگم که این برنامه صرفا جنبه اطلاع رسانی داره تا اینجا که نبوده، ولی همین عقیده خودمون گفتیم، ولی در مورد بحثی که با هم دیگه می‌کنیم، بحث حقوقی، جنبه اطلاع رسانی داره و به عنوان مشاوره حقوقی به حساب نیاد. و اگه می‌خواید مشورت حقوقی داشته باشیم، لطفاً با شماره تلفنی که پای صفحه می‌بینید با آقای دکتر تماس بگیرید تا مشکلاتتون به امید خدا حل بشه. آقای دکتر، من یه جا خوندم که یک ریل استیت یا چیزی اون صابخونه ها مسافرت بودن، یه جای دیگه بودن، یکی دیگه اونو فروخته و اونا رفتن جابجا شدن، حتی یعنی به از طرف مالک فروختن. چطور چنین چیزی ممکنه؟ خب ببینید، مطلبی که هست همونطور که درست فهمیدید، این برنامه مخصوص عزیزان در استان آنتاریو است. ما سعی میکنیم که اطلاعات قانونی رو به سمع بینندگان محترم برسونیم. چیز بشه، والا من اخبار رو شنیدم و متوجه شدم، ولی من فکر کنم این امروز با توجه به اینکه که یه ممکن نتونیم به این بحث برسیم، اگه اجازه بدین برای هفته آینده. ولی مسئله ای که میتونم بگم اینه که بخش کلاهبرداری و جعل سند هست و دولت سعی کرده که با تمام امکانات بتونه جلوی این کار رو بگیره و 99.9% هم به نظر من موفق شده، ولی چون سیستم برگشته به کامپیوتر، متاسفانه در بعضی موارد خیلی به طور استثنایی این اتفاق میفته و اتفاق به این صورته که یه فردی میاد با دزدیدن هویت فرد، که ما اینو زیاد داشتیم و در صورت به اصطلاح شاهدش بودیم که یه فرد میاد خوبی اطلاعات فردی یک فرد دیگه ای رو میدوزه، مثلا مال صابخونه رو، مثلا مال صابخونه یا مال هر کس رو میدوزه، با اون به دست شرکت هایی میده که یا به دست گروه های تبهکاری میرسونه اینا، که این اطلاعات رو بتونن تبدیل کنن به کارت های اعتباری، کارت های شناسایی مثل شناسنامه، مثل درایور لایسنس، مثل پاسپورت. و وقتی که فرد تبهکار که معمولا اینا عضو سازمان های تبهکاری هستن، این اطلاعات و این داکیومنت ها رو که تهیه کردن به افراد مختلف میتونن بفروشن و اون یه فرد میاد خودش رو جا میزنه، جای حالا تو این کیس که شما فهمیدین حساب خونه میتونه باشه یا میتونه کردیت کارت کسی رو بپوشه. من نمیدونم خاطرتون از چند سال پیش بود، فکر کنم 5 سال پیش بود، یه آقای کشیشی خونه تو خونش بوده، بعد یه دفعه میبینه که یه سری نامه هایی به دستش میرسه که این نامه ها همه از شرکت هایی بود که طلبکار بودن و میگن آقا بیا پولا رو بده و چیز بود. بعد متوجه شدن که یکی اومده هویت اطلاعاتی این رو پیدا کرده و رفته کارتای شناسایی درست کرده و بانک گرفته، بانک تحصیلات اعتباری گرفته، بانک هم با توجه به مدارک و کردیت خوب این آقای کشیش که بدهی نداره، اموال داره، خب این اعتباراتی داده. حالا اومدن میبینن که نه، همش متقلده. در عرض ما چند سال گذشته ما با این مشکل مواجه شدیم، یعنی دزدیدن هویت افراد. برای همینم بارها اعلام شده، من از اینجا این مطلب ها خدمت بینندگان محترم عرض میکنم که اطلاعات پاسپورتتون، اطلاعات شناسنامهیتون، سوشیال انشورنس نامبرتون رو به اضافه هر گونه اطلاعات شخصیتون رو سعی کنید که به افراد دیگه ندید، فوتوکپی اونا رو به دست کسی ندید. مخصوصا با تلفن، با ایمیل، با ایمیل هم همینطور، حتی با ایمیل ندید، چون ایمیل سیکیور نیست، ایمیل مطمئن یک راه رد و بدل کردن مطمئن نیست. امروز ما هممون این کارو میکنیم، چون به دلیلی که دیگه همه این کارو دارن میکنن، اومدیم یک نوع مثلا به خودمون تو دفترم اومدیم یه راه حلی رو گذاشتیم که بتونیم تانجی که امکان داره سکیور باشه، تانجی که امکان داره اینا وارد مراحل بشن که رمزبندی بشن و اطلاعات بیرون نره. خود ما از موکلامون هیچ گونه کردیت کارت اطلاعاتی جمع آوری نمی کنیم،
مثلا یکی از مدارکی که به عنوان کارت شناسایی مطرحه، داشتن کارت اعتباریه، کریدیت کارت، ویزا کارت، مستر کارت، امریکن اکسپرس، ولی ما هیچ گونه کپی از اینا تهیه نمی‌کنیم و اگه تهیه بکنیم به صورت دیجیتال نگرش نمی‌داریم، بلکه به عنوان کپی می‌ذاریم تو پرونده‌مون، بدانی که اگه این اطلاعات بیرون بره می‌تونه هزاران دلار خسارت به موکلامون وارد کنه و بسیار فرمای دیگه هم دیدم همین کارهای شبیه ما رو انجام میدن. لذا من واسه اینکه مسئله فراد پیش نیاد، من پیشنهاد میکنم که به عزیزان که تمام اطلاعات شخصی خودشونو کاملا محرمانه نگه دارن، رمز کریدیت کارتشون رو به طور محرمانه نگه دارن، به شخص دیگه ای ندن. اینو من جدی عرض میکنم، چون اگر کسی بیاد روی کریدیت کارت شما اقدام کنه، رمزتون رو داشته باشه، خیلی سخته که به بانک بتونید بقبولونید که این فراد بوده. لذا این اقدامات لازم رو در نظر بگیریم. به کسی اون سه تا شماره پشت کریدیت کارتتون هیچ وقت ندید، بدانی که اینها اگر جمع بشه میتونه درسته باشه. خب مسئله انتقال اموال هم یکی همینه که اگر یه فرد بتونه ثابت کنه که مالک ملکه، میتونه اون ملکو بفروشه. میگم من میتونم راجع به این مسئله به توضیحات بیشتری رو در برنامه آتی بدم، ولی در مرحله اول سعی کنید که اگر خدایی نکرده میبینید از جایی دارید جنس میخرید که معتبر نیست، اینترنته و نمیدونین اینا کیان، سایت شناخته شده نیست، ولی مثلا آمازون، یا آمازون خب معتبره، شرکت بین المللیه، مثلا هوم دیپو معتبره، بی معتبره، اینا یعنی شرکت های معتبرن. من نمیگم که بکنید و یعنی شما از طریق اینا خرید بکنید، ولی میگم اینا سایت های معتبره. من خودم خرید میکنم، ولی نمیگم شما بکنید، ولی میخوام که اینا سایت های معتبره نظر من. به طبع اگر شما از این سایت ها خرید بکنید اطلاعات رو بینید سیاره، ولی اگر یه شرکتیه که میگه من این جنس رو میپوشم، حراج امروز به جای 100 دلار 10 دلار، شما خوشحال وسوسه گرفتید 10 دلار یا 10000 دلار از دست انجام میدید، یه دفعه میبینید که جنس هم واسهتون ممکنه بیاد ممکنه نیاد، ولی اون فروشنده ممکنه فرد قوی نباشه، یه شرکت کوچیک باشه و اون فرد کوچیک متاسفانه امکانات لازم رو نداره که اطلاعات شما رو به طور مناسب و پراپرلی به نقل معروف حفظ بکنه. مثل شرکت آمازون نیست، چون آمازون یه آی تی دیپارتمان مخصوص داره، هوم دیپو آی تی دیپارتمان مخصوص داره، کسی هک نکنه، که اگر کسی کرد قدرت مالی داره که 10 تا آی تی پروفشنال رو بریزه اونجا بگه آقا اینو پیدا کنید سریع دمونجورش کنید. به طب اگر این باشه، خب شما اطلاعاتتون رو میدوزن، اطلاعاتتون دوزیدن متاسفانه ما بارها شاهد بودیم که این مطلب مطرح شده تو روزنامه ها بودن که اطلاعات فلان شرکت سرقت شده، به اضافه که هکرها متاسفانه این روزا خیلی باهوش تر دارن عمل میکنن، اسمارت تر دارن عمل میکنن، حتی میان هک میکنن بیمارستان ها رو. اما در ماه دسامبر شاهد این بودیم که یکی از بزرگترین و معتبرترین بیمارستان های بچه ها در تورنتو هک شد. از این لحاظ که به شما بیشتر میکنم خریداتون رو بدون از کجا میکنید، تحقیق شرایط میکنید، مراقبت باشید کسی نتونه اطلاعاتتون رو چیز کنه. و در ضمن سعی کنین هر چند وقتی بار اگه بتونید مشخص بشه که اگر خریدی میشه، چک کنین خریدا یا خودتون کردین یا دیگری کرده. کار اگر استیتمنت بانکتون میاد لطف کنید نگاه کنید، یه بررسی اجمالی بکنید این خرید شما کردی یا دیگری کرده، اگر خریدی مشکوک کرد چیز کنید. از این لازمه که بتونید جلو فراد رو بگیرید. بله، این اطلاعات خیلی جالبیه، ولی متاسفانه چون وقتمون تموم شده، ولی میخوایم که اینم در این مورد هم هشدارهایی که میدین خیلی جالبه، هفته های آینده دنبال بکنیم با بحثایی که میکنیم. از توضیحاتتون متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم. من خوشحال میشم که اطلاعات مفید بوده باشه، و اگر تو این زمینه سوال دارین میتونین با طریق شماره تلفنی که هست با دفتر تماس بگیرید، یا با تلویزیون آی تی سی تماس بگیرید که اطلاعات مفصل رو از اون طریق سوالاتتون به من بدن که من بتونم جواب باشم. بله، از اینکه بیننده ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا هفته آینده خدا نگهدار. خداحافظ. من دکتر ناصر عابدی با بیش از 21 سال سابقه وکالت در کانادا در دعاوی حقوقی مربوط به امور خانواده، خرید و فروش مستقلات و حقوق مهاجرت در خدمت شما خواهم بود.